سلام به دوستای عزیزم، به چنل من خوش اومدید، به ویدیوی جدید خوش اومدید. امیدوارم که حالا همگی خوب باشه. امروز شروع میکنیم با درس تلفظ، بحث شیرین تلفظ که من کلا بهش خیلی علاقه دارم، چون اینکه حتی اگر خیلی هم زبانتون خوب باشه ممکنه نتونید خودتون و مفهومتون رو برسونید به دلیل مشکلات زیادی که توی تلفظ دارید. من خودم خیلی دیدم، توی دانش آموزا، بیرون دیدم، خیلی دیدم. بریم سراغ این که چطور آر کجا در بریتیش انگلیش. همه لطفا کسایی که اگر جدید اومدن بدونن که اینجا فقط بریتیش انگلیش تلفظ میشه و درس داده میشه، خب؟ و لغت ها و حتی گرامر توی بریتیش انگلیش، مثلا شل رو داریم که قبلا توضیح دادم، یا توی خیلی جاها یک گرامر خاص استفاده میشه واسه بیان، طرز بیان فرق میکنه واسه اینکه نچرال بتونید طبیعی صحبت کنید و به گوش طبیعی بخوره تا همه بتونن بفهمن شما چی میگید. به خاطر همین شما باید تلفظ رو یاد بگیرید. خب میدونم که خیلی از شما البته اینکه چطور ویدیوها رو دنبال بکنید، دوست عزیزی که از همینجا بهشون خوش آمد میگم، اینم پرسیده بودن قبل از اینکه درس رو شروع بکنم. من ابتدا آقای علیرضا هستم، خوش آمدید به چنل. میدونم که جدید هستیم چون قبلا اسمتون رو ندیده بودم. خیلی خیلی به کانال خوش آمدید. فقط که سلام و وقت بخیر، امروز شرفتون رو پیدا کردم و خیلی خوشحال شدم که بالاخره آموزش زبان انگلیسی بریتیش پیدا کردم. خیلی خوشحالم که پیدا کردید. من خوشحال هستم که شما اینجا هستید. یک سوال خدمتتون داشتم که ترتیب استفاده از آموزشاتون به چه روشی باید باشه. خب من ترتیب آموزش ها رو از ابتدا قبلا بهتون درس نمیدونم دارم یا نه، از قسمت اون بالا که ذره بین شکل هست میزنید، اسم منو سرچ میکنید. وقتی که باز شد معمولا یکی از ویدیوها میاد، یکی از ویدیوها رو روش کلیک میکنید. زیر ویدیو قسمتی که اگه صدای من خوشتون نمیاد قطع کنید، زیر ویدیو دقیقا یک عکس کوچیک من با اسم کانالم روی اون عکس کوچیک میزنید، کل چنل باز میشه. از قسمت ویدیوها این باره اون بالا اگر که این سابسکرایب قرمز باشه یعنی شما سابسکرایب نکردید، اگر توسی باشه یعنی سابسکرایب کردین و همه ویدیوها رو میبینید. زنگوله رو هم فعال کنید، به حالت اول اون گزینه اول انتخاب کنید که بتونید همیشه ویدیوهای من رو بگیرید. توی اون بار اول اون قسمت بالا ویدیو رو انتخاب میکنیم و از اون چیزی که نشون دادم بهتون اولد ویدیو رو اگه نگاه کنید، اولدست ویدیو رو میتونید اون چیزایی که از قبل اومده رو نگاه کنید. توی پلیلیست همونجور که نشون دادم انگلیش گرامر به فارسی، انگلیش خالی توی فارسی به زبان فارسی، یا اگه فقط انگلیسی میخواین پلیلیست جدا داره میتونید اونو کلیک کنید و هر مدلی که میخواین رو اونجا انتخاب کنید. گرامرها من شماره گذاری کردم، گرامر یک، گرامر دو، گرامر سه. اگر هم از همون ابتدا همه رو نگاه کنید بیایید بالا، هیچ اتفاقی نمیافته، چون با کلمه های جدید آشنا میشید. هیچ چیزی به عنوان یک معلم و روش تدریس خیلی 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 مهمتر از خود زبان انگلیسی هستش که خب ممکنه به هر جا چشتون بخوره. ولی ببینید اینکه به ترتیب بیایید بالا و چیزی رو قاطی نکنید، چون انگلیسی یه جوری هستش که اگر کلن زبان همینطوریه، هر زبانی اگر یه چیز کوچیک رو قاطی کنید و زودتر و دیرتر از اون یکی یاد بگیرید، همیشه این اشتباه توی ذهنتون میمونه و اینکه همیشه میگید که چرا من پس اینجوری من تو ذهنم جا افتاده بود، پس این چی شد. هیچ وقت اون گره کوری که توی مغزتون خورده باز نمیشه. خیلی مشکله تا بخواید رفعش کنید و خیلی سخت‌تر اون موقع. پس سعی کنید که بیاد بالا. من هیچ کدوم رو جوری نذاشتم که از 100 بیاد مثلا یه دفعه منفی 100. یه جوریه که برای هر رتبه بندی خوب هست. مثلا یه عزیزی پرسیده بودن که پسیو رو درس بده. سلام، ندونستم به خاطر کسایی که از ابتدا با من شروع کردن بخوام پسیو رو درس بدم.
من ازتونم عذرخواهی میکنم و حتما وقتی به اون مرحله برسیم میذارم در آینده نه چندان دور، چون دارم تون به خاطر این قضیه قرنطینه که به هر حال هیچ کس سر کار نمیره، منم مثل بقیه متاسفانه نمیتونم سر کار برم فعلا، و فرصتی شده برای بیشتر ویدیو درست کردن برای شما و آموزش دادن به شما، ولی فرصتی شده که به اون پسیو هم خیلی زود میرسیم، چون الان خیلی زود مسائل رو داریم میریم بالا همه این نکاتو، ولی نمیخوام گیج بشین، چون نحوه تدریس از خود تدریس، یعنی اون روش تدریس از اون محتویات داخل تدریس هم مهمتر، اینکه چه چیزی به ترتیب آموزش بدیم، از کجا شروع کنیم، به کجا بریم، یه موقع چیزی نباشه که سوال پیش بیاد که قبلا جوابش رو نگرفته باشین، این خیلی مهم هستش. ولی بهتون اطمینان خاطر میتونم بدم که تا اینجا هر چی که درس دادید به اصول بوده، EDM فلان کلمه هیچ وقت هیچ جایگاهی نداره، شما همیشه براتون کلمه مفیده، تو هر لولی که باشین EDM براتون مفیده، و EDM که گفتم میدونم همه فقط زبان آمریکایی رو شنیدن، ولی من EDM که گفتم فقط مختص زبان بریتیشه، چیزی هست که فقط و فقط از یک نیتیو میشنوین، فقط از کسی که از بچگی صحبت کردوش انگلیسی رو و زبان اصلیش روشه میشنوین. من خودم از بچگی زبان انگلیسی رو صحبت کردم و میتونم به شما این اطمینان خاطر رو بدم که چیزی که به گوش یک انگلیسی زبان طبیعی نیاد بهتون یاد نمیدم، چون میدونم که از الان درسمون شروع میشه. چرا؟ چون که شما میرید دارید با یک کسی که حتی داره آمریکایی درس میده، ولی آمریکایی رو هم درست تلفظ نمیکنه، متاسفانه نمیکنه، آمریکایی یا کانادایی رو تلفظش بازم درست نیست، تلفظش بازم مثل یک آمریکایی نیست. خودش اگه مثلا توی آمریکا صحبت ممکنه میدونی چی میگم، یعنی خودش هم شاید تازه به عنوان یک دانش آموز زبان انگلیسی تمومی نداره برای هیچ کس، و اگر که کسی که مثلا تازه انگلیسیشو خودش تمومم نکرده حالا یه چیزی یاد گرفته داره به شما یاد میده، خیلی فرقشه تا اینکه حتی بیای حالا مثلا میرین میپرسین که ممکنه اینجوری باشه که مثلا از معلمتون که آمریکایی به نوعی درس میده، اونم از با لهجه خالص، ولی میگن که خب من آمریکایی درس میدم، میگه خانم معلم، آقای معلم، من چطوری بریتیش رو چیز کنم؟ خب اونا میگن نمیدونم، آرو تلفظ نکن، آرو بکش، نمیدونم فلان چیز رو نکش، تیر رو بنداز، تیر رو محکم بگو، و این کاملا اشتباهه و جزئیات details در انگلیسی بریتیش خیلی زیاد است. معلمتون بهتون گفته آرو تلفظ نکن، اوکی؟ هر جا آر دیدی تلفظ نکن، باید میری با یه انگلیسی، کسی که توی انگلیس ساکن هستن، توی انگلیس زندگی میکنن، قشنگ میدونن من چی میگم، میرید با همون متدی که یا متد همون که فارسیش هم همون میشه، میرید با همون روش میرید جلو و صحبت کنید با یک انگلیسی، میگید که مثلا Where are you؟ و طرف میبینید که گیج میشه، بنده خدا نمیفهمه شما چی میگین، بعد میبینید پرسید که خانم معلم، ما که شما گفتی آره تلفظ نکنم، ما هم نکردیم، پس چرا ما رو نمیفهمن؟ اوکی، بریم ببینیم چرا بازم شما رو نمیفهمن. آیا واقعا آره هیچ وقت توی انگلیسی تلفظ نمیشه؟ پس چرا؟ میرید میپرسید پس چرا من شنیدم آر تلفظ شد، من یه آر شنیدم، و بهتون ممکنه بگن که شاید تو زبان بلد نیستی، اوکی، شاید اشتباه شنیدی، شاید فکر کردی آره، بریم ببینیم که آیا این صحت داره یا نه. خب با کلمه area شروع میکنم. area یعنی area منطقه. area ببینید بعد از آر
اینجا چی داریم؟ یه دونه واول داریم. واول چه هست؟ یعنی بی صدا، یک حرف بی صدا. area area، آیا اینجا آم میشنوید یا نه؟ area area میشنوید؟ area. خب پس اینجا area تلفظ آرمون شد. fire exit fire exit، میرید میگید به انگلیسی آقا fire exit کجاست؟ fire exit کجا؟ طرف هم میگه که چی کجاست؟ چی میگی؟ باید بگی fire exit fire exit fire exit. چجوری؟ چرا؟ این اینجا آره داریم. یک قوانی هست که باید گوشتون آشنا بشه با شنیدن زیاد، با خوندن زیاد، با همین ویدیوها. آر داریم اینجا و بعدش کلمه بعدی با یه دونه واو یا همون بی صدا شروع میشه. fire exit fire exit fire exit fire exit. اوکی؟ پس اینجا fire exit خیلی راحت انگلیسی، توی انگلیسی یه بریتیش ره اینجا داره تلفظ میشه. there are اینجا ببینید دوباره there are، این کلمه بعدیش با a، there are okay there are. پس اینجا هم طرف شده، اشکالی هم نداره دیگه. there are، خیلی از اونایی که مسنن سنشون خیلی بالاست میان میگن که آقا انگلیسی ها، با خودم هم بحث شده خیلی با کسایی که الان مسن تر بودن که نه ما خیلی هم دوست نداریم این سبک صحبت، ولی اون خیلی اولد فشن هست، خیلی اولد فشن هست. الان توی انگلیس شما، هدف من از این کانال اینه که شما به روز چیزی که همه استفاده میکنه، چیزی که نچراله، چیزی که طبیعیه، چیزی که میتونیم منظورتون رو برسونیم، اوکی؟ چیزی که وقتی حرف میزنید یکی بفهمه، به گوشش طبیعی بخوره که شما چی میگی، نه اینکه بشینید رامر انگلیس رو بریم قورت بدین بعد بازم نتونین حرف بزنید. بازم زمانتون خیلی خوبه، پیشرفته، ادوانسد، ولی وقتی که میخواین صحبت کنین طرف اصلا نمیتونه بفهمه شما چی میگی. پس این نکته رو توجه کنین. there are I saw it. خب کلمه های هستن که به حالت او ختم میشن، خب so و با یه دونه vowel یا همون با صدادار شروع میشن. اینجا هم یه دونه آر تشکیل میشه. I saw it. Okay. Where are you. پس نبید که اینجا هم یه دونه آر هستش. Okay. Where are you? Anna یک اسم هستش. Anna Ranai. اینا جفتش میبینید. Anna اینجا با vowel شروع میشه. Where is the fire exit? خیلی اگه توجه کنید، میخوای اگه یکی میرین بپرسید Where is the fire exit? میگن چی میگی ما نمیفهمیم. بعد بگی Where is the fire exit? و اینجا ره رو دوبار توی این جمله کوتاه میشنوید. رهی که حتی وجود هم در واقع نداره چون بین کلمات تشکیل میشه. Where is the fire exit? Okay. امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشین و کنار اینکه دارید زبان انگلیسی یاد میگیرید به اینام توجه کنید. اشکال نداره اگر یادداشت برداری نمیکنید یا تو ذهنتون همون موقع نمیره، بعضی وقتا مغزتون فعاله، اوکی؟ و ممکنه شما یه نمیدونم یه چایی دارین میخورین، یه عصر دارین میخورین، ریلکس دارین میکنین، ولی اینا رو هم میبینید. لازم به یادداشت برداری هم نیست، بعضی وقتا مغزتون همه چیزو خودش میگیره. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین تا درس بعد. خداحافظ.